رحمان الرحیم هست کلید در گنج حکیم. بنده محمود رضا سازواری هستم، دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی رو دارم. از سال 71 به امر تدریس مشغولم، در مقاطع مختلف در پایه‌های مختلف تدریس کردم و اکنون هم در دانشگاه در خدمت شما بزرگواران هستم. کاری که ما میخوایم با هم بکنیم، درسی که ما میخوایم تدریس کنیم و انتقالش بدیم به شما بزرگواران، درس علوم و فنون ادبی 2 اختصاصی رشته علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی هستش. درس تخصصی هستش، درسی است که فقط و فقط برای شما بزرگواران هست. درس شیرین عروض و قافیه در این درس گنجانده شده، درس شیرین آرایه‌های ادبی هم در این کتاب گنجانده شده و یک سری از تاریخ ادبیات ها و بیوگرافی های شاعران و نویسندگان کهن هم در این کتاب هستش. پس ما در این کتاب یه شلمشور بایی داریم، هم تاریخ ادبیات داریم، هم عروض و قافیه داریم و هم آرایه های ادبی داریم. پس بسم الله ما شروع می کنیم. بچه صفحه کتاب اگه باز کنید، از همون اولین درسی که ما داریم، اول یه تحمیدیه داریم، یه ستایش داریم. حیفم میاد این شعر رو براتون نخونم. اجازه بدید این شعر زیبای محمد طالب آملی رو براتون بخونم، بعد شروع کنیم برای درس. ستایش. الهی الهی شعله شوقم فزون ساز، مرا آتش کن و در عالم انداز. الهی ذره ای آگاهیم بخش، رحم بنما و بر گمراهیم بخش. ز دانش گوهر پاکم برافروز، چراغ چشم ادراکم برافروز. عطا کن جذبه شوق بلندی، که نه دامی برحمانت نبندی. خرد را چاشنی بخش از کلامم، زبانم را چرب و شیرین کن به کامم. دلم را چشمه نور یقین ساز، در این تاریکیم باریک بین ساز. این شعر برای چی خوندم؟ اول اینکه ستایش خدا هست، بعد اینکه واقعا شعر رو باید این گونه خوند. تو رو خدا بچه ها، شما که دیگه رشتتون انسانیه، درس تخصصی هست، تو رو خدا شعر رو یکم جوندار بخون، با وزن بخون، با ریتم بخون، با آهنگ بخون، یکم آدم حال کنه وقتی که شعر رو میشنوه. نه اینکه این شعر بخونید. الان من پیشنهاد میکنم فیلم رو نگرد، این شعر رو یه بار بخون با صدای بلند، با وزن، با ریتم. شاید نتونی مثل من بخونیم، چون من تکرار تمرین زیاد داشتم، کارم اینه، از سال 71 دارم این کار رو انجام میدم. خب اما شما هم باید قدم اولو برداری. تا کی؟ از همین الان بسم الله سازواری میخواد اینو به شما یاد بده که شعر رو چطور بخونید. بچه شعر رو اگه قشنگ بتونید بخونید، هم وزنش رو میتونید پیدا کنید، هم عروض، هم قافیه، خلاصه معنی، مفهوم، درک برای قرابت های معنایی که میدونید 9 سوال عمومی و چندین سوال اختصاصی رو به خودشون اختصاص میده، پس در نتیجه اصلا راهکار شماست. ادبیات جزء درس‌های اختصاصی شماست. شما اگه ادبیات و عربیتون ضعیف باشه، دیگه فاتحتون خونده است. باید روی این دوتا درس که شما رشته انسانی هستی و من تعصب خاصی دارم نسبت به این رشته، چون رشته خودم هستش، باید خیلی کوشا باشید. ادبیات اصلا خیلی مثل موم تو دستتون نرم باشه، خیلی زیبا. درس شیرینی هم هست، درس جالبیه، عالی هست درس ادبیات. آدم حال میکنه وقتی که درس ادبیات رو میخونه. پس در نتیجه فیلم رو نگه دارید، یه بار از رو بخونید ببینم حالش رو میبرید یا نه. درود بر شما.
درود بر شما که این حرف منو گوش دادید، فیلمو نگه داشتید. من خیلی از شما ممنون و متشکرم. خب بچه‌ها، درس یکممون تاریخ ادبیات هستش. خب تاریخ ادبیات درسی هست که اصلا توضیح چندانی نداره، آموزشی نداره که من بیام تاریخ ادبیات رو براتون تدریس کنم. خب بگم خب بچه‌ها قرن هفتم اینطوری شد، خب مغول‌ها حمله کردن، این کارو کردن، این کارو کردن، این از عهده خود شماها، چون متن کتابم خیلی ساده هست. اینا اومدن مغول‌ها مثلا اومدن حمله کردن تا به کجا رسیدن، به اصفهان رسیدن و غیره. پس ما سعی نمی‌کنیم مثلا اومده بعد شاعرها رو توضیح داده، در دو خط مولانا رو توضیح داده، در چهار پنج خط سعدی، فخرالدین عراقی، نجم الدین رازی. خب اینا چیزهایی هستن حفظی و متن درس هم ساده و روان به زبان امروزی نوشته. خب وقتی که اینا به زبان امروزی هست و چیزی از حفظی و ساده هم نوشته شده، توضیح سازواری رو میخواد چیکار؟ پس در نتیجه ما این درس های تاریخ ادبیات را تدریس نمی کنیم و اون درس هایی که فنی هستند را تدریس می کنیم. مثال صفحه 21 کتاب، درس دومتون پایهای آوایی که مربوط به وزن و عروض و قافیه و اینا هستش و اونو تدریس خواهیم کرد. خب بچه ها، ما پارسال یه سری از درس های پایه های آوایی رو خوندیم، درس های عروضی رو خوندیم، در اونجا هجاهای کوتاه و بلند رو خوندیم، هجاهای کشیده رو خوندیم، کلمات را هجا بندی می کردیم، اینا رو کلا خوندیم. برای یادآوری من اینجا سعی می کنم این هجاها و واجها را در 10 دقیقه خلاصه برای شما بگم. الان گفتم 10 دقیقه، بعد گیر ندید بگی آقای سازاری این شد 12 دقیقه فیلم. خب میاد دیگه، عجله نکن، میریم با هم دیگه یه یادآوری ما بکنیم بچه ها. هجا چیه؟ هجا بچه ها همان بخش اول ابتدایی، شما اول ابتدایی بخش میکرده، میگفتین کتابو بخش کن، میگفتین که کتاب بخش میکرده، میگفتیم مدرسه رو بخش کن، میگفتیم مدرسه، مدرسه، دقت کن این ه نیست، ا هستش در اینجا. بعد میگفتیم ماه رو بخش کن، میگفتیم ماه، میم، آه، یک بخشه، اینجا ه هستش. چرا؟ چون از ته گلو بیرون میاد ماه، اما اینجا ا هستش روی زبان مدرسه، لاله، خانه، شانه، اینا ا هستش. یعنی بدین طریق باید بنویسیم و اینجا ه هستش، ماه، کلاه، کوه، ه، این ه باید بدین طریق ه و این ا به صورت مصوت کوتاه نوشته بشه. اینو خوب دقت کنید. موضوع دومی که من میخوام براتون یادآوری کنم اینه که هیچ کلمه ای با مصوت شروع نمیشود. هیچ کلمه با مصوت شروع نمیشه. یعنی اگر کلمه با ا شروع بشه به صورت همزه و ا نوشته میشه، مثل واژه ابر، واجه هاشو بنویسم ا بره، مثل که اگه با ا شروع بشه میشه همزه و ا. اینا رو خوب دقت کنید، مثل امروز، امروز من میخوام واجه هاشو بنویسم، هجابندی کنم، ام روز، دو بخشه. یا اگه با او نوشته بشه میشه همزه و او، مثل اتاق، او تاق. خب این سه تا مصوت کوتاه. سه تا مصوت های بلند چی؟ اگر با آ نوشته بشه، اول با آ شروع بشه میشه همزه و آ، مثل آبی، آ بی. اگر با ای شروع بشه، ای شروع بشه میشه همزه و ای، مثل ایران، ای ران.
اگر با او شروع بشه میشه حمزه و او، مثل کلمه اورژانس، اور جانس. پس اگر کلمه با مثبت شروع بشه با صورت حمزه صامت می نویسیم. ما کلا 6 تا مثبت داریم بچه ها، ا، ا، او، آ، ای، او، اینا مثبت های ما هستن، 3 تا کوتاه، 3 تا بلند. خب اگر با کوتاه ها شروع بشه میشه حمزه و ا، حمزه و ا، حمزه و او، شروع بشه ها، در وسط نه بچه ها. اگر با بلند ها شروع بشه میشه حمزه و آ، حمزه و ای و حمزه و او. گرفتی؟ باریکالله. خب پس هیچ کلمه با مثبت شروع نمیشه، ما اینا رو خوندیم و هجاها همون بخش های اول ابتدایی هستن، ما بخش میکنیم. خب دو سه تا واژه رو میدم، میگم اینا رو بهم برام بخش کنید. اول واژه خداوند بخشش کنید. خداوند، آفرین، خداوند، آفرین. یا کلمه مدرسه، مدرسه رو نوشیم، آره، کلاس رو بخش کنیم. میخوام یه یادآوری باشه که لاس دو بخشه، دو هجاست، هجابندی کردیم اینا رو، که لاس. واژه بامداد رو میخوام هجابندی کنیم، بامداد بخش کنیم، بام داد، بام داد. خب حالا میریم واژه آسمان رو میخوایم هجابندی کنیم، آسمان. خب بچه ها این کلمات دو تلفظی هستن، کلماتی مثل آسمان، مهربان، یادگار، مستمند، اینا دو تلفظی هستن. یعنی هم من میتونم بگم آسمان، هم میتونم بگم آسمان، اونجا دو هجایی بود، اینجا سه هجایی شد ها. یا هم میتونم بگم مهربان، هم میتونم بگم مهربان، سه هجایی، دو هجایی. خب کدومشون بهتر آقای سازواری؟ ما کدومشو برداریم؟ سه هجایی ها رو، آسمان، مهربان، مستمند، یادگار. نگاه کن بدین، نگید یادگار، بگید یادگار، سه هجایشون بهتره. چرا؟ چون تلفظشون آسون تره. آسمان، آ، سه، مان. مثال دیگر، افسانه رو من میخوام چیکار کنم؟ هجابندی کنم. بگید ببینم، بخشش کنید، هجابندیش کن. آ، باریکلا، سه هجاست. اف چطور بنویسم اولشو؟ آفرین، حمزه فتحه، اف سا نه. دقت کنید اینا خیلی مهمن، اینا نکته های ریز هستن. اف سا نه، متوجه شدی اینا رو؟ اینا همش یادآوری پارسال بوده. خب میخوام یه مطلب دیگه، انواع هجاها، هجاهای کوتاه و کشیده و کشیده و بلندم، اینم بگم و بعد بریم سراغ درس خودمون. یادتون اومد دیگه؟ باریکالله، آفرین، درود بر شما. خب این واژه ها رو من اینجا نگه داشتم، کارشون دارم. انواع هجا، بچه ها ما سه نوع هجا داریم. یک هجای کوتاه، دو هجای بلند، سه هجای کشیده. یادتون اومد؟ میدونم دانش آموزای خوبی هستید، یادتون مونده، علاقه دارید به درس شیرین فارسی. خب هجای کوتاه اینه که دو حرفی باشه، دو حرفی باشه. علامتش هم چطور بود؟ اینطوری بود. مثل چه کلمه ای؟ مثل کلمه ب. من به سینما رفتم، ب، ب، ا، یک حرف، یک حرف میشه چند حرف؟ دو حرف. پس شد دو حرفی.
هجای بلند چطوریه؟ چند حرفی هستش؟ سه حرفی هستش؟ علامتش خط تیره هسته. اما بچه تا رو خدا اینو به این طریق ننسی، یو این یو نیست، این یو نیست، این مثل نعل میمونه، زائده این بر اونور نعل میدون دیگه چیه؟ آفرین. مثل این یوی بدون زائده هستش، یو ننسی تا رو خدا. خب سه حرفی هستش، مثل چه کلمه؟ مثل کلمه در. در، من در خانه هستم. در یه حرف، یه حرف، یه حرف، شد چند تا حرف؟ سه حرف. اینم علامتش. هجای کشیده چهار یا چند حرفیه؟ پنج حرفیه. اونم علامتش بدین طریق هستش. خب مثل چه کلمه‌ای؟ مثل کلمه کاش. مثل کلمه کاش. خب که آش. یادتون مونده یه چیزی؟ الان میگه چیه چیزی؟ آقای سازواری. یادتون مونده که مثبت های بلند آ، ای، او، این ستا در شمارش واژه‌ها در درس عروض دو حرف محسوب می شود؟ این خیلی مهمه. یه استاد داشتیم نمی گفت مهم، این خیلی مهمه. مهمه بچه ها، دقت کن، این خیلی خیلی مهمه. دو حرف محسوب می شود، آ، ای، او. الان اینجا به چی رسیدیم؟ به آ رسیدیم. که یه حرفه، آ دو حرفه، شه هم یه حرفه، شد چند تا حرف؟ مجموعاً چهار حرف. همین که چهار حرف باشه هجای کشیده هست. یک بخشم از کاش. خب یکم بگم پنج حرفی باشه، مثل داشت. داشت رو بخش کن. داشت یک بخش. د آ ش ت یک حرف، دو حرف، یک حرف، یک حرف. چند حرفه؟ پنج حرفه. پس هجای چی هستش؟ کشیده هستش. خب تا اینجای مشکلی که ندارید، باریکلا، خوب یاد گرفتید. البته یاد گرفته بودید آه. الان من فقط دارم چیکار میکنم، یادآوری میکنم. اینا همه درس های پارسال دهه. خب بچه ها در هجای کشیده نگاه کنید، کوتاه و بلند نه، در هجای کشیده مگه ممکنه دو تا بغل هم باشن، کنار هم باشن؟ نه، دعواشون میشه. خب برای اینکه بین این دو تا دعوا نشه، همیشه همیشه آویزه گوشت کنین کلام من را، همیشه ستای اول را با هم و یکی یا دوتای باقی مانده را جدا. دوباره میگم، ستای اول را با هم، یک دو سه، ستای اول را با هم و ستای اول را با هم و یکی باقی مانده یا دوتای باقی مانده را سوا. یعنی بین این دوتا باید حتما یه خطی بیفته، باید یه دیواری بیاد، وگرنه این دوتا با هم دعوا میکنه. این میگه اول من، اون میگه نه اول من. پس در نتیجه برای اینکه دعوا نشه بینشون، میام چیکار میکنیم؟ ستای اول و دوتای بعدی. خب پس اینجا رو متوجه شدید؟ بیایم سراغ این واژه هایی که ما اینجا هجا بندی کردیم. خب حالا ما هجا بندی کردیم و میخوایم چیکار کنیم؟ علامت هاشو بذاریم. علامت های کوتاه، بلند و کشیده رو میخوام بذاریم. خب خداوند رو بخش کردیم. خداوند، بخش اول خو، یک حرف یک حرف، دا یک حرف دو حرف، آ وند یک 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 یک، چهار حرفه. چهار حرف شد، دعواشون شد. گرفتید؟ هر وقت چهار تا شد باید ستا رو یک دو سه رو
با اون یکی باقی مانده یا دو تای باقی مانده جدا کنیم. بریم سراغ کلاس. که لاس. یه حرف یه حرف.